سازمان جهانی یونسکو که در حوزه های علم، فرهنگ و آموزش فعالیت می کنند در سال 1999 میلادی در نشستی در بوداپست دهم نوامبر را به عنوان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه نامگذاری کرد با همگزارش علی اکبری را ببینیم دهم نوامبر از سوی سازمان جهانی یونسکو به عنوان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه نامگذاری شده است این نامگذاری هرچند ارج گذاردن به علم و فناوری علمی و بانیان علم خوانده شده است در عین حال تلاش در راستای ایجاد پیوند میان فناوری های علمی و بهبود کیفیت زندگی عمومی و کاهش و مهار تهدیدهای اقلیمی ناشی از تولید و فناوری های تکنولوژیک نیز بوده است روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه هرچند عنوان کلی است اما این عنوان کلی در بردارنده اهداف و برنامه های جزئی تری است که کشورها و نهادهای علمی باید تلاش کنند تا به آن دست یابند روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه فرصتی در اختیار جهانیان میگذارد تا بار دیگر علوم مختلف را برای ساختن جهانی بهتر بررسی کنند چرا که در سایه نوآوری پجوهش های علمی و توجه به استعدادهای بشری یافتن راه حل برای چالش های گوناگون دست یافتنی به نظر می رسد. و از این روست که دانش بهترین سرمایه انسان برای حمایت از توسعه فراگیر و منصفانه است از مهمترین اهداف یونسکو از نامگذاری روز علم بهرهمندی آهاد جامعه از ثمرات علم فناوری و نوآوری ایجاد بستر و فضای مناسب گفتمان پیرامون تاثیر علم فناوری و نوآوری بر زندگی روزمره مردم صلح و توسعه و معرفی برخی موقعیت های جدید بوده که موجب ارتقای کیفیت عمومی زندگی می شود. در واقع روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه فرصتی را برای موسسات علمی دولتها اجتماعات مدنی و دانشمندان فراهم می کند تا درباره صلح و توسعه که از اساسی ترین مفاهیم اجتماعی است به بحث و تبادل نظر بپردازند در نگرش نوینی که یونسکو به آن احتبا می ورزد تنها به مفهوم نبود جنگ میان دولت ها نیست بلکه می تواند به معنای شرایط یک مدیریت ملی سازنده حل و فصل اختلافات و ایجاد هماهنگی در روابط میان بخش های مختلف نهادی یک جامعه باشد بدیهی است جوامعی که از روش علمی سود می جویند می توانند منظری مشترک برای نگاه به جهان بیاوند و تلاش و تاکید خود را به جای اختلاف ها بر اشتراک ها متمرکز کنند تا از این میان شاید صلح سرانجام سر, سر سازمان جهانی یونسکو انتظار دارد کشورها در یک برنامه بلند مدت ده ساله به مهمترین اهداف تعریف شده دست یابند برای تحقق چنین امری سازمان یونسکو همه ساله روی یکی از اهداف تعریف شده تاکید می کند و با نامگذاری آن سال به نحوی کشورها را تشویق می کند که برنامه های آموزشی را در راستای تحقق آن سوخ دهند بسیاری از کشورها از نامگذاری دهم نوامبر به عنوان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه از سوی یونسکو استقبال کردند و این نامگذاری در تقویم رسمی بسیاری از کشورها ثبت شده است از این رو دهم ده نوامبر به عنوان روز جهانی علم از سوی سازمان یونسکو کشورها و سازمانهای فعال در این زمینه به نیکویی گرامی داشته می شود. علی اکبری اخبار شیعه